با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در رابطه با قتل فجیع رومینا اشرفی، دختر 13-14 سالی که در ایران به دست پدرش به شکل وحشیانی به قتل رسید و کلن پدیده فاجعه بار قتل‌های ناموسی در ایران که البته یک پدیده بین‌المللی هم هست، اومدیم سراغ خانم الهه امانی، کنشگر و پژوهشگر حقوق زنان. خانم الهه امانی، خیلی خوش آمدید به برنامه. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه شما. خب در مورد این تراژدی در روزهای اخیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف از جنبه‌های گوناگون بهش پرداختن. ظاهرش اینه که میشه از جنبه‌های مختلف بهش به اصطلاح پرداخت. اگر موافق باشید گام به گام به این موضوع بپردازیم. اولین جنبهش اینه که اصلا خود این قتل اینجوریه که به اصطلاح یک پسری به نام بهمن خاوری که 28 سال 29 سال سن داره، 15 سال بزرگتر از رومینا هست. در برخی اخبار رومینا را 13 ساله، در برخی 14 ساله چیز میکنن، احتمالا مثلا 13 سال و چند ماه و اینا داره. در روستای سفید سنگان که بین تالش و آستارا قرار داره در استان گیلان، این رابطه داشتن، بقول خودشون رابطه عاشقانه داشتن. یک جنبه‌ای که الان مطرح هست اینه، چه به لحاظ جهانی چه به لحاظ قوانین داخلی، که اینو اصلا در اکثریت غریب اتفاق کشورها اینو پدوفیلیزم یا در واقع کودک وارگی و کودک آزاری و نوع کودک همسری تلقی میکنند. از این جنبه اگر بخوایم به مسئله بپردازیم نظرشون چیه؟ بله، این خب مسئله قتل رومینا اشرفی، اون هم قتل فجیع رومینا اشرفی که پدرش میخواد اول اونو خفه کنه و بعد وقتی که مقاومت اونو میبینه با داس اون رو به قتل میرسونه، در واقع سبب شده که در جامعه ایران و مطبوعات ایران، رسانه های اجتماعی ایران، این مسئله از حاشیه به مرکز توجه و مباحث سوق داده بشه. مسئله و خیلی جنبه های مختلف داره، همطور که شما اشاره کردین جنبه های مختلف داره و میخوام اشاره کنم که همون آگهی ترحیم رومینا اشرفی که ما اون خودش میتونه یک فصل یک کتاب مفصل باشه، یک فصل مفصلی از یک کتاب باشه، به خاطر اینکه ما میبینیم اولا در آگهی های ترحیم، نمیدونم بینندگان عزیزم به این مسئله توجه کردن یا نه، معمولا تصویر زن رو نمیذارن و به جای عکس رومینا که مقتوله یک گل سرخ گذاشتن. اول میکشن بعد یک گل سرخ میذارن. دوم در صدر کسانی که اسمشون نام برده شده، نام مقتول رومینا برده شده و به عنوان صاحب عزا. و اینا همه خودش جای بحث‌های فرهنگی بسیار بسیار عمیقی داره و اینکه انگاره‌های ذهنی در بخش‌هایی از جامعه ایران هنوز چقدر در واقع با سازوکارهای زمان ما متفاوته. یکی همونطور که شما رو اشاره کردین، یکی از جنبه‌های ما بخوایم کالبد شکافی کنیم، کالبد شکافی فرهنگی و حقوقی بکنیم این قتل رومینا رو، یکی از جنبه‌هاش مسئله ازدواج کودکان زیر 18 ساله. ما میدونیم از نظر سازمان ملل کودکان، تعریف کودک تا 18 سالگیه و کودک همسری امروزه در بسیاری از کشورهای جهان در واقع ممنوع شده. حتی کشورهای اکثریت مسلمان در منطقه آسیای غربی و آسیای جنوبی و شمال آفریقا در خلال 25 سالی که از کنفرانس پکن گذشته و مسئله گرل چایلد یعنی کودکان دختر به صورت مجزا مورد
بررسی و توجه قرار گرفته، ما می‌بینیم بسیاری از این کشورها هم قوانینشون رو تعدیل کردن. ممکنه به 18 سال نرسوندن، ولی تا 16 سال، 17 سال در واقع اونو قانون رو تغییر دادن. متاسفانه همونطور که شما گفتید، از منظر حقوقی و قانونی در کشور ما ایران، در واقع اصلا مسئله ازدواج کودکان زیر 13 سال هم هنوز، با اینکه سن قانونی 13 ساله، ولی ما شاهد رشد در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال هستیم. من چند تا مقاله به فارسی در این زمینه نوشتم که حتی اعمال قانون برای سن 13 سال هم به صورت مؤثر صورت نمیگیره و با اجازه پدر یا جد پدری بسیاری از این کودکان در سنین 9 سالگی و یا تا 13 سالگی به ازدواج در واقع فروخته میشن، در واقع مبادله میشن برای ازدواج. و خب این خودش ریشه های اقتصادی داره، ریشه های فرهنگی داره، و اینکه قانون هم هیچ گونه ممانعتی در این زمینه به وجود نمیاره. و خب این مسئله رومینا 13 یا 14 سالش بوده و خب طبیعتاً باید اساساً ازدواج اون هم مورد تایید قرار نمیگرفت. یه دختر 13 ساله 14 ساله باید بره تحصیلات خودشو انجام بده و تا به سن بلوغ برسه، 18 سال تا کودک و ادالت بشه و بزرگسال بشه و ازدواج کنه. اینه که این یکی از جنبه هاش مسئله رابطه یک فرد مرد 28 ساله، اول گفته بودن 35 سالشه ولی بعد گفتن 28 سالشه و در واقع چیز شناسنامش رو هم در مطبوعات عکس گرفتن و چاپ کردن. ولی به هر حال این یک کار غیر قانونیه. حتی در بسیار کشورهای جهان سوم، یعنی حالا واژه جهان سوم رو برای به کار میبرن، ولی کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، در واقع رابطه یک فرد بالغ، یک فردی که 28 ساله با یک کودک 13-14 ساله، این رابطه خودش جرمنگاری شده. ولی در ایران ما میبینیم این جرمنگاری نشد. بله دیگه، تو قوانین اسلام هم که صدر اسلام تا کنون اجازه میداد دختر رو 9 سال قمری بالغ میدونستن، پسر رو 15 سال، هیچ مشکلی هم نبوده. بعد تعدد زوجات هم که برقرار بوده و در سالهای اخیر هم طبق اعتراف خود مطبوعات رژیم ایران، کودک همسری به شدت افزایش پیدا کرده، مردان 50-60 ساله سراغ کودکان دختر میرن. برخی از این نماینده های زن مجلس مثلا در سالهای اخیر تلاش کرده بودن مثلا اینو بکنن 13 سال، که ظاهرا مثلا تا حدودی موفق شدن، ولی باز اونم به بنا به حکم، همونطور که گفتید، بنا به حکم به اصطلاح قاضیه. یعنی قاضی اگه تشخیص بده یه دختر 10 ساله مثلا میتونه ازدواج کنه، او هم این کار رو میکنه. در صورتی که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، کلی افراد زیر 18 سال کودک مسئول میشن و اصلا ازدواج این اصلا ممنوعه. بله. مثل به اینکه با یک فردی باشه که 15 سال از خودش بزرگتر. خب یک جنبه دیگر، ما میدونیم که خب درسته مثلا مذاهب این پدرسالاری و مردسالاری ریشه چندین هزار ساله داره، ولی خب مذاهب که اومدن اینو فرموله کردن، اینو تئوریزه کردن و ازش حراست کردن. یعنی یک جنبه مهم این قضیه همین سکسیسم و مردسالاری تو هم با پدرسالاری هست که ما تو این ماجرا میبینیم. یعنی اونم به شکل چه قتل‌های ناموسی. یعنی یکی از مقامات نیروی انتظامی رژیم اعتراف کرده بود که 20% کل قتل‌های ایران قتل‌های ناموسیه. یعنی چیزی در حدود مثلا 400 تا در سال، یعنی روزی حداقل یه دونه قتل ناموسی در ایران رخ میده. در مورد خود این پدیده قتل‌های ناموسی و موارد مشابهی که وجود داره در سایر نقاط جهان، مثلا ما در هند قتل‌های جهیزیه داریم، درست؟ در حتی کشورهای پیشرفته هم آدمای هستن همسر خودشون رو به خاطر طلاق
مثلا تو همین سوئد، انگلیس، امریکا اومدن کشتن، در رابطه با خود آمارهای جهانی و خود همین پدیده قتل‌های ناموسی که معنای این قتل‌های ناموسی در مناسبات مردسالار و پدرسالار چی است؟ بله، خب به نظر من ریشه این در ساختارهای پدر مرد سالارانه که بسیار عمیق هستش، ریشه های اون رو این هستش که در واقع زنان میگن ستمی که ستم جنسیتی اولین ستمیه که در جامعه به وجود اومده و این شکاف بین زنان و مردان و فرودست کردن زنان رو به وجود آورده، حتی در جوامع اولیه و رشد جوامع تا به حالت کنونی، و آخرین ستمی هستش که از بین خواهد رفت. به این عبارت این مناسبات قدرت در سیستم و ساختارهای پدر مرد سالارانه به نظر من ریشه اون هستش. حالا این انعکاسش به صورت این در برخی از جوامع با سایه روشنهای مختلف نشون داده میشه که در واقع مرد خودش رو صاحب در واقع زن و یا فرزندان خودش میدونه و از این نظر در واقع حالا همونطور که شما اشاره کردین در کلیه مذاهب ما شاهد این هستیم که مذاهب مختلف، حتی مذهب بودایی که خیلی به صلح و آرامش و اینها در واقع نزدیک هستش، حتی در این مذاهب هم ما میبینیم موقعیت زن به عنوان یک موقعیت فرودسته. در مورد دختران این مسئله لایه های دیگه هم داره، یعنی وقتی که ما این ساختارهای پدر مرد سالارانه رو با باورها و انگاره های مذهبی مثل مذهب اسلام و یک ترجمان خیلی واپسگرایانه از مذهب اسلام ما اینها رو با هم در کنار هم قرار میدیم، میبینیم یک تصویر بسیار تاریک و محدودی از حقوق و آزادی ها و انسانیت کودک دختر و زن در این جوامع ما با اون شاهد هستیم. همونطور که شما گفتین قتل های ناموسی در تمام دنیا به اشکال گوناگون صورت میگیره، ولی آمارهای بین المللی نشون میده که این مفهوم ناموس و قتل‌های ناموسی عمدتاً در کشورهای اکثریت مسلمان هستش و خب طبیعتاً این ما ریشه هاشو میدونیم و در ایران هم به این صورته، چون این قوانین مذهبی در واقع این مسئله رو پررنگ‌تر میکنه. حالا در کشورهای اکثریت مسلمانی که قوانین مدنیشون یا قانون اساسیشون با قوانین مذهبی زاویه داره و بر اساس اون نیست، مثل مراکش یا بعضی از کشورهای اکثریت مسلمان، ما میبینیم این مسئله یک در واقع یکم سبکتره، به سنگینی ایران نیست. ولی در مورد ایران ما با چالش‌های چند جانبه‌ای روبرویم. از یک طرف قوانین اسلامی در واقع جای جای قانون اساسی ماست که در اون تبعیض نهفته است، در اون در واقع بی توجهی به انسانیت زن نهفته هستش و ما میبینیم این در قوانین هم انعکاس داره. از این نظر فرض کنید که اگر مردی زنش رو بکشه در حالتی که مشکوکه یا ببینه که با مردی، میتونه اون به راحتی اون زن رو بکشه. یا مثلا در مورد کودکان دختر ما میبینیم در پدر رومینا طبق قانون میتونه بین 3 تا 10 سال محکوم بشه و در بسیاری از این در مطبوعات ایران ما میتونیم اینا رو به راحتی ببینیم، در بسیاری از شهرستانها و یا مناطق دور افتاده حتی این محکومیت 3 سال یا 10 سال هم با یک پرداخت نقدینه‌ای میتونه حل و فصل بشه یا اصلا بخشیده بشه. از این نظر ما میبینیم که موضوعی که این روزا هم خیلی من تو رسانه‌های اجتماعی میبینم بعضیا مطرح میکنن اینه که اگر مسئله، چرا مثلا در ایران ما نمیبینیم امثال پدر رومینا برن اون مردی رو که با دخترشون رابطه داشته
اون رو به قتل برسونن. شاید من نمیدونم اینا احتیاج به تحقیق و پژوهش و به هر حال کارهای تحقیقات میدانی داره، ولی شاید به خاطر اینه که پدر رومینا اگر بره اون پسری که رومینا رو به هر حال با اون رفته از خونه بیرون و فرار کردن، اگر اون رو به قتل برسونه باید قصاص بشه، ولی زمانی که دختر خودشو به قتل میرسونه در واقع ممکنه 3 سال در زندان باشه یا حتی اون هم یه جوری حل و فصل بشه. از این نظر قوانین ایران اساساً زن ستیزن و زن یعنی مؤنث، یعنی هر کسی که دختر یا زن باشه و هیچ حمایت قانونی وجود نداره. و ما میدونیم همونطور که شاید بسیاری از در واقع بینندگان برنامه شما بدونن، ما شاهد این هستیم که این قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در واقع 8 ساله که بین قوه قضاییه و مراجع مختلف قانونی در رفت آمده، و چیزی که در مطبوعات ایران خودشون نوشتن اینه که این تصویب نشده، در واقع 52 مادهش حذف شده و مثلا میخوام 41 مادهش حذف شده، و علت اینکه این هی در رفت آمده در راهروهای بین قوه قضاییه و مجلس و شورای نگهبان و غیره اینه که در واقع این نگرانی وجود داره که در واقع حقوق مردان رو تخفیف بده و ارکان خانواده در واقع دگرگون بشه، به مردان سختگیری کنه. این واژه‌ایه که در مطبوعات گفتن. و خیلی جالبه که وقتی که در خلال 25 سال گذشته که من هر سال به کمیسیون زنان سازمان ملل میرم و نمایندگان ایران، نمایندگان دولت ایران میان، یکی از چیزهایی که همیشه روش تاکید میکنن کیان خانواده است. این واژه یعنی زبانیه که اونها به کار میبرن، کیان خانواده، در حالی که ما میبینیم کیان خانواده برای زنان و دختران ایران یکی از ناامن‌ترین جاهایی هستش که زنان و دختران میهن ما میتونن در اون به سر ببرن. بله، این قانون 301 مجازات اسلامی هست که میگه که اگه پدر به اصطلاح اگه پدری یا جد پدری دخترشو یا فرزندشو بکشه، مشمول، چون خودش به اصطلاح جز اولیای دم محسوب میشن، مشمول قصاص واقع نمیشه. البته تو این بحث هایی که تو این روزا هست، کسی به اصطلاح هیچ یک از طرفداران حقوق زنان و حقوق کودکان خب طرفدار قصاص و جنایت و اعدام نیستن، یعنی جنایت رو با جنایت پاسخ بده. ولی خود به اصطلاح این قانون، این بند نشون میده که قانونگذار کودک رو جز مایملک، جز اقوال پدر، اونم تازه مادر اینجا هیچ نقشی نداره، یعنی مادر به هیچ وجه، یعنی درست اینو یا آورده بزرگ کرده، هیچ نقشی نداره. حتی جد پدری هم مثلا بیاد بکشه، مشمول مجازات واقع نمیشه. و همونطور که گفتی به اصطلاح 3 تا 10 سال حد اکثر میتونه اینه چیز بگیره. خب در مثلا دههای گذشته فعالین جنبش زنان دفاع از حقوق کودکان، طرفداران جنبش های اجتماعی مترقی، خب تونسته بودن بر سازمان ملل 2 تا کنوانسیون مهم رو دیگه تحمیل کنن. در واقع هرچند کامل نیست، ولی خب بسیار از دستاوردهای جنبش های دههای گذشته رو در خودش داره. یکی همین کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان هست، یکی کنوانسیون دفاع از حقوق زنان هست که جمهوری اسلامی با هر دوتا همونطور که سیدادین مشکل داره و اینا، یعنی از این جنبه هم به اصطلاح هست و فلان. در صورتی که مثلا بسیاری از کشورها حداقل روی کاغذ پذیرفتن. البته تو همین میان یه بحثی هم بود که آیا این قانون تخفیف به اصطلاح پدر و جد پدری در رابطه با مجازات قبل از انقلاب هم وجود داشته یا نه، که خانم شیرین عبادی مدعی شده بود که نه، وجود نداشته، بعد از انقلاب به وجود اومده، که بعد خود خانم مرنگیز کار که خب زیاد مشکلی هم نداره با جریانات راست، اومد گفت نه، اونم در زمان قوانین کیفری قبل از انقلاب هم وجود داشته. منتها اگه ما نقد میکردیم، ما وکلا و حقوق دانم، ما را به زندان
نمینداختن این جمهوری اسلامی ما را به خاطر اینکه اگر انتقاد بکنیم به زندان مینداختن. یعنی هم تعدد زوجات تا حدودی، هم کودک همسری و هم تخفیف پدر و جد پدری در اطوار مجازات جز به اصطلاح قوانینی است که ده ها سال تا قبل از جمهوری اسلامی هم وجود داشت. جمهوری اسلامی وقتی اومده این از جمعی جهات به اصطلاح تشدید کرده بود. بله، در این زمینه میخواستم یه نکته بگم. منم با این نگاه موافق هستم و به نظر منم بر اساس چیزهایی که من خوندم و میدونم این قوانین در زمان رژیم سابق هم وجود داشته. اون چی که تفاوت کرده به نظر من اینه که در واقع استقرار جمهوری اسلامی و استقرار قوانین اسلامی، قوانینی که 1400 سال پیش در واقع تدوین شده در قانون اساسی ایران، به صورت کنونی در واقع یک به اصطلاح مشروعیت داده و دست افراد رو باز گذاشته که بتونن خیلی راحت‌تر و بدون نگرانی در این زمینه‌ها عمل کنن. همونطور که خب به هر حال به عنوان کسی که در آمریکا زندگی می‌کنه، ما می‌بینیم در آمریکا خب مسئله ریسیزم، نژادپرستی و سکسیزم یا اذیت و آزار جنسیتی و غیره وجود داشته، ولی با به وجود اومدن دولت آقای ترامپ می‌بینیم اینها دستشون بازتر شده برای حمله. یعنی همیشه در واقع دولت‌ها باید از روح کلی جامعه جلوتر باشن نه عقبتر، در صورت که یک مسئله‌ای که به نظر من خیلی خیلی مهمه اینه که الان روح کلی جامعه ایران، حالا بگذاریم از این که قتل‌های ناموسی صورت، ولی در کل روح کلی جامعه ما خواهان اینه که دخترش 9 ساله ازدواج نکنه، 13 ساله ازدواج نکنه، خواهان اینه که ما یک جامعه مدنی و سازمان‌های نهادهای مردم سالار در ایران بتونن در این زمینه‌ها یاری کنن. شما فرض کنید اصلا جامعه مدنی در ایران ما نداریم که بتونه حتی در این آسیب‌های اجتماعی کمک کنه. بسیاری از در کشورهای دیگه، حتی در خود آمریکا، بسیاری از پناهگاه‌های زنان، وومنز شلتر یا جاهایی که برای دختران فراری هستش یا کسانی که در خانه احساس امنیت نمی کنن و زیر سن 18 سال هستن، اینها خیلی هاشون در واقع نهادهای مدنی و مردم سالار هستن که این مردم نهاد هستن که این نهادها رو به وجود میارن. ولی در ایران ما اصلا میبینیم حتی فرصت چنین حرکت اجتماعی برای این آسیب‌های اجتماعی وجود نداره. یه نکته دیگه هم که به نظر من در این کالبد شکافی فرهنگی و حقوقی رومینا اشرفی هستش، داستان رومینا اشرفی، اینه که در واقع الان تو مطبوعات ایران، تو توییت‌ها و تو برحال رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم و به ویژه مطبوعات ایران می‌بینیم خیلی در واقع تمرکز و بار مسئولیت پرپر شدن زندگی یک نوجوانی مثل رومینا اشرفی به دوش پدر یا تا حدودی خود در واقع پسری بوده که با اون بوده و این آقای بهمن خاوری، در صورتی که به نظر من پدر اون هم به عبارتی خودش قربانی این انگاره‌های ذهنی واپسگرا هستش و اون هم حالا یا بسیاری از این قتل‌های ناموسی بعضی وقتا در مطبوعات ایران میبینن میگن اینا روانی هستن و یکی روانی باید بره درمان کنه، چرا همسر و کودکش رو بکشه؟ ولی به نظر من باید بار این مسئولیت رو در درجه اول به دولت، نهادهای دولتی و اون قاضی که بدون حضور رومینا در فردای دستگیری اون بر اساس یک سری گزارشات که کلانتری، حتی این دختر در اون جلسه حضور نداشته و اون رو این حکم صادر میکنه که این برگرده خونه، در صورتی که این دختر اصرار کرده که من نمیتونم برگردم و جانم در خطره. خب اونها مسئولن
اون کسی مسئوله که اون نهادهای مسئولن که اساساً ما هیچ قانونی برای حمایت از کودکانی که احساس امنیت نمی کنن در خانه در ایران وجود نداریم. حتی شلترهایی برای این کودکان و خانه های امنی وجود نداریم که این کودکان رو لاقل برای یک ماه ببریم اونجا و تحت نظارت باشن، ازشون نگهداری کنیم تا بتونیم این قضیه رو در واقع حل و فصل کنیم. به هر حال خیلی جنبه های مختلف داره، درست مثل یک دملیه که این قتل رومینا اشرفی یک سلسله مصائب اجتماعی، آسیب های اجتماعی، عدم وجود قوانین حمایتی، انگاره های ذهنی واپسگرایانه و خیلی خیلی جنبه ها رو در واقع امروزه در برابر چشم تمام ما گذاشته. و اینکه دولت باید به نظر من در توان دولت ایران و ماهیتش نیست، ولی وقتی که مردم خواهان مطالبه میکنن یک قوانین حمایتی رو، دولت باید اون پاسخ بده که ما میبینیم در این زمینه هیچ پاسخی در خلال 8 سال گذشته داده نشده. بله، این فیلم خانه پدری، فیلم سینمایی خانه پدری که تولید شده بود، برخی از همین اصولگرایان رژیم به کارگردان فیلم انتقاد میکردن که داری سیانمایی میکنی و فلان و اینا. بعد که اتفاقا همین کارگردانش همین روزا با طعنه گفت که آره دیگه انشالله در ایران وجود نداره، در صورتی که همونطور که خود یکی از مقامات نیروی انتظامی اعتراف کرده، اصلا 50% قتل‌های خانوادگی مربوط میشه به همین قتل‌های ناموسی. بله، 100% کل قتل‌ها در ایران که در برخی استان‌ها مثل خوزستان که ساختار قبیله‌ای و طایفی اینا توش قویه، مثلا این آمار به 40% هم افزایش پیدا می‌کنه. خب اینکه چرا این رخ میده؟ خب ریشه اصلیش مثلا همون مردسالاری، پدرسالاری نهادینه شده، تلمبار شده از هزاران سال قبل هست، فقدان آموزش هست، فقدان قوانین لازم هست، عدم مثلا تقویت جوامع مدنی است. مثلا با معلم همون روستا، یه روستای مثلا عقب افتاده، مثلا پشت چیز هم نبوده، یه روستای 5000 جمعیت داشته، سفید سنگان، برق داشته، تلفن داشته، تلویزیون ماهواره‌ای دسترسی داشتن و اینا، و معلم اومده بود اونجا که تو شبکه‌های اجتماعی بدون ذکر نام خودش مصاحبه کرد، گفت که من اصلا وقتی اومدم اونجا اصلا چیز مرسومی انگار هست، دخترها به خاطر مثلا عشق و عاشقی که خانوادهشون باشون مخالفه فرار میکنن. بعد مثلا میگم دیدی دیروز مثلا فلانی هم فرار کرد، یعنی مثلا هر سال مثلا از یک کلاس چند نفر از این دخترها رایج بوده که فرار میکردن به خاطر همین مناسبات که مثلا خانواده میخواد کنترل داشته باشه بر بدن مثلا چی دختر، یعنی دختر حق خودش آزادانه حق انتخاب نداره که اصلا ممنوعه. مثلا پدیده‌ای مثل این هم هستی که یعنی شما قبل از ازدواج اگه وارد رابطه‌ای بشی بمنای همون تابوی بکارت و دست خوردن و دست نخوردن و این داستان‌ها مثلا جز چیز دیگه، جز یک سنت‌های ارتجایی که دیگه، در صورتی که الان در بسیار اکثریت کشورها این چیز عملا طبیعی، حتی در شهرهای بزرگ ایران داشتن دوست دختر و دوست پسر و پارتنر و اینا در خود جامعه جا افتاده. از یک طرف بخش‌های مهمی از جامعه از قوانین و دولت حاکم جمهوری اسلامی جلوترن، ولی باز جامعه، بخش های از جامعه عقب نگه داشته شده هنوز داره رنج میبره از این مردسالاری و پدرسالاری. حالا یه سوال اینه که این قتل های ناموسی فقط به این صورت هم نیست، یعنی گاهی پدر یا افراد مذکر خانواده میان دختری رو به خاطر به اصطلاح اون از زیر سوال بردن غیرت و ناموس میکشن، گاهی فشارهای روحی و فیزیکی اونقدر زیادی که خود دخترها ناگزیر دست به خودکشی میزنن. خود همین آقای برمن خاوری میگفت که این دختر گفت اگه نیای منم ببری من خودمو میکشم، میگفت که من اصلا برای نجات جان او رفتم مثلا او رو بردم و اینا. بعد مثلا در بسیاری شهرهای ایران ما این پدیده خودسوزی رو داریم، مثلا در خودسوزی دختران در استان ایلام بیداد میکنه. در واقع این جنبه اشکال دیگری که خودش رو نشون میده غیر از قتل، مسئله خودکشی و خودسوزی. بله. و
من یه نکته اشاره کنم، این که اولا ما هیچ آماری در زمینه قتل‌های ناموسی تو ایران نداریم. دو مورد هستش که در مطبوعات انعکاس پیدا کرده. یکی سال 1393 بوده که هادی مصطفایی معاون وقت جرائم جنایی گفته 19% قتل‌ها با انگیزه ناموسی صورت میگیره، و در همون مصاحبه گفته 63% مقتولان به دست بستگانشون کشته میشن. یکی هم یک آماری هست که باز در رسانه های ایران انعکاس پیدا کرده، سال 1388 که در با قتل 15 زن در اهواز بوده که 25% گفتن 25% کل قتل ها در استان اهواز قتل های ناموسی. این در مورد قتل. در مورد خودکشی دختران هم ما تحقیق و تحقیقات میدانی جامعی نداریم در سراسر ایران. حتی در زمینه خشونت علیه زنان هم ما اینو نداریم که در مصاحبه قبلی با شما من به اون اشاره کردم. حالا در مورد خودکشی، بله، خودکشی ببیشه در استانهای مرزی، یعنی ایلام، ببیشه مسئله کردستان، شهرهای کردستان، سیستان و بلوچستان و غیره، ما موارد خودکشی رو بیشتر میبینیم، چون فشارهای فرهنگی عشیره‌ای، اقتصادی و غیره هم در این مناطق حاشیه‌ای ایران بیشتر هستش، مناطق مرزی. یکی از همین اردیبهشت امسال ما شاهد این هستیم که در واقع 7 زن در سنندج و شهرهای کردستان در واقع اینا خودکشی کردن، که یک نمونه شو من میخوندم در مطبوعات ایران، سارینا قفوری 25 ساله یه بچه هم داشت و یعنی از شوهرش جدا شده بود، برادرش به خاطر اینکه اون نیت ازدواج مجدد داشته، نه اینکه ازدواج کرده، نیتشو داشته، که این واژه نیت رو که من در متن اون مطلب خوندم واقعا سنگین بود برای من، نیتشو داشته، در واقع خواهر خودش رو میکشه. و همین هفته همین چند روز پیش در گیلان هم یک برادری خواهر و خونه اون رو میسوزونه و باز هم بیش. در مورد رومینا چیزی که باز تکون دهنده هست علاوه بر فجیع بودن این جنایت، چیز دیگه‌ای که تکان دهنده هست در بُعد شخصی این مسئله اینه که مادر رومینا گفته پدرش بارها به من گفته بود به این یاد بده که چگونه خودشو حلق‌آویز کنه، و این مادر گفته بوده من این کار رو نکردم. یا در یه مصاحبه دیگه میخوندم از بهمن خاوری در مصاحبه که کرده، گفته که بارها پدر رومینا گفته بوده که مرگ موش بخور و خودتو بکش، و حتی رومینا گفته بوده که چنانچه این به خانوادش برگرده نه تنها احساس امنیت نمی کنه بلکه ممکنه خودکشی کنه و یا دوباره فرار کنه. شما فکر کنید که در واقع این فشارهای فرهنگی و این مسئله آبروداری و یا اینکه ناموس، در واقع ناموس کسی باید حفظ بشه، اساسا این کانسپت و پدیده ناموس، اینها هم جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی هستش که باعث میشه که در واقع این زنان و دختران جان خودشون رو از دست بدن. یه جنبه دیگه که به نظر من اینها همه دست به دست هم میده، مسئله خود رسانه‌های رسمی ایرانه، مسئله صدا و سیما هستش که الان ما میبینیم اینجا اونجا تبلیغات کودک همسری میشه، اینجا اونجا از ناموس و از غیرت به عنوان ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی مثبت یاد میشه و ارائه داده میشه. اینها همه ساختارهای فرهنگی، ساختارهای قانونی و ساختارهای باورها و ارزشهایی هستش که همه و همه به زن ستیزی و این به هر حال از دست دادن جان زنان و دختران در ایران می انجامه و واقعا فاجعه بار هستش و دست
نهادهای زنان و فعالین کودکان هم خیلی امروزه کوتاه‌تر از سابق هستش. اگر در زمانی برای ما تونستیم مسئله گلشن آریایی که خانم عبادی در اونجا بود و این سن و اینها رو ما یه مقدار تونستیم یه فضای بازی به وجود بیاریم، متاسفانه در خلال سالهای گذشته و انتظار دیگه هم غیر از این نبود که جامعه ایران هر روز بسته تر برای فضای این هستش که حتی افراد بتونن ابراز نظر کنن. همین اخیراً در واقع اعلام این که در فضای مجازی هم باید حجاب رعایت بشه، اعلام این که در راهروی ساختمون‌ها و برج‌ها هم اون جزء اماکن عمومی هستش، یعنی تعرض به حریم خصوصی افراد به قدری در جامعه ایران گسترده هستش و در واقع دولت هم اونو تشویق میکنه که در واقع این انگاره های پدر مرد سالارانه خیلی با دست بازتری میتونن فضا رو برای زندگی، برای انسانیت زنان و دختران محدود کنند. اینی که گفتی از جنبه خود دولت جمهوری اسلامیه که داره تلاش میکنه فضا را استبدادی تر و بسته تر بکنه، ولی من احساس میکنم مثلا من خودم مقایسه میکنم جامعه کنونی ایران و با دهه 60 دهه 70 که اصلا اون زمان فرض بگه رژیم اگه یه پسر دختر تو خیابان باید شما کلی شناسنامه و مدرک ثابت میکردین، خواهرمه، منم دختر خالمه، منم دختر عممه و اینا، ولی الان اینو مردم جامعه تحمیل کردن و اصلا برای خود خانواده ها به ویژه در شهرها جا افتاده که مثلا شما دوست داشته باشید به اصطلاح قبل از ازدواج و حتما لازم نیست که اولین تجربه عشقی شما با ازدواج و اون خطبه عقد به صورت از این لحاظ جامعه ایران خیلی الان مثلا من این موجی از تبلیغات که علیه قوانین و این سنت مردسالاری و کودک همسری را افتاده در ایران، حالا در سایر نقاط جهان به کنار، واقعا از یک لحاظ خود نشانی پیشرفت جنبش دفاع از حقوق کودکان هست. بله، یه واژه‌هایی که ما اساسا نداشتیم در فرهنگمون، الان ازدواج سفید، کسانی بله. که ما واژه‌های جدیدی داریم و برای همینم من گفتم که معتقد هستم که جامعه ایران در کل بسیار جلوتر از قوانینه و این قوانین مثل یک پوست تنگ و فشرده‌ای که آماده انفجار، آماده گشودنه وجود داره. جامعه ایران به نظر من بسیاری از خانواده ها در شهرهای بزرگ و کوچک خیلی جلوتر از قوانین ایران هستند. حالا به سوالی که به وجود میاد اینه که در مقابل چنین فجایعی، تراژدی قتل رومینا هست، مسئله اسید پاشی هست، مسئله خودسوزی و خودکشی و انواع و اقسام به اصطلاح آزارهای جسمی و جنسی و اینا که هست، مثلا چه اقداماتی باید صورت مثلا بگیره؟ یعنی از مثلا شما مسئله پناهگاه‌ها اشاره کردید، تغییر قوانین اشاره کردید، آموزش در مدارس هست اینا. خب به نظر من یه بخشی که ما میتونیم به عنوان افرادی که نسبت به این آسیب‌های اجتماعی و این انگاره‌های ذهنی واپسگرا که تاریخ مصرف اون سپری شده، نقش ما به نظر میتونه در فرهنگ سازی باشه. نقش ما برای اینه که بخوایم مردم رو بسیج و تشویق کنیم که سقف مطالبات خودشون رو بالا ببرن و در واقع بتونن به هر شکلی که براشون امکان داره در ایران بتونن با این مسئله مقاومت کنن، مطرح کنن و حتی به صورت جمعی این خواسته های خودشون و مطالبات خودشون رو مطرح کنن و فرهنگ سازی بشه که در واقع اینکه آلترناتیف های مختلفی، حتی در مورد قتل همین رومینا اشرفی آلترناتیف های مختلفی وجود داشت،
چرا پدر این میتونست، حالا درست کودک همسریه، میتونست با این موافقت کنه با این قتل و به جای اینکه بکشه اون کودک رو، یا میتونستن. ولی خب یک مسئله دیگه هم که باید اینجا اشاره کنیم، اون در واقع محدودیت های فکری هستش که به نظر میرسه که علت این که پدر رومینا با این ازدواج موافقت نکرده برای این هستش که در واقع بهمن خاوری سنی بوده و اینها شیعه بودن. یعنی باز هم ما میبینیم این ما گامی به عقب برداشتیم در ایران. در سابق اساساً مسئله شیعه و سنی به صورت کنونی مطرح نبوده. خیلی از خانواده ها حالا ممکنه رو مسلمان بودن فرد یک نظری داشتن، ولی دیگه وارد این بحث های شیعه و سنی نمی شدن. اینه که ما در واقع از یک طرف شاهد این هستیم که جامعه ایران بسته تر میشه و به عقب رانده میشه، از یک طرف با رشد و شکوفایی و حجم عظیم خواسته های مردم به ویژه زنان و جوانان در جامعه ایران مواجه هستیم که در واقع تمام جنبش های اجتماعی رو در ایران در واقع بسیار بسیار رشد داده و به محض اینکه یک فضایی باز بشه، این جوانان و زنان که در صف مقدم مطالبات اجتماعی هستند به خیابان ها خواهند اومد و خواسته های خودشون رو مطرح میکنن. از این نظر به قول معروف اون جمله ای که هر جا ستم هست مبارزه هست، ما شاهد در واقع این شکاف عظیمی هستیم که هی جامعه ایران رو در واقع پولاریزه بیشتر میکنه. و من بسیار بسیار به جوانان ایران و به خوشفکریشون و به اینکه در واقع امروزه بدون واهمه در واقع در صحنه حاضر میشن و زنان ایران که در صف مقدم تمام مبارزات اجتماعی ایران قرار دارن، از جنبش کارگری گرفته تا دانشجویی تا خواسته ها و مطالبات زنان و غیره، بسیار من رو این جنبه من خوشبین هستم و امیدوار هستم که حرکت و مقاومت جامعه ایران در مقابل چنین آسیب‌های اجتماعی و وظائفی که دولت اونها رو انجام نمیده هر روز بیشتر محکم‌تر خواهد شد. دلم که جمهوری اسلامی با دستگیری بهمن خاوری سعی کرده بر این موج فشارهای اجتماعی فائق بیاد، در حالی که اینا با هم فرار کرده بودن، رفته بودن در پاسگاه شهر آستارا، اونجا از همه هر دو به طور جداگانه مصاحبه کرده بودن و رومینا گفته بود که من با پای خودم و با تصمیم خودم اومدم با بهمن بیرون و اینا را آزاد کردن. حالا اومدن اینو تحت عنوان آدم ربایی و فلان و اینا، مثلا نه تحت عنوان پدوفیلیزم، یعنی اینکه مثلا یه آدم بزرگسال اومده با یک کودک 15 سال کوچکتر از خودش مثلا اومده وارد رابطه شده. به این جور هرگز این کار نمیکنن، چون بنیانگذارشون محمد خودش با عایشه 7 ساله به اصطلاح به عقد خودش قرار. ولی یا مقام قضایی هم گفته بود، وقتی ازشون سوال کرده بودن که خب چرا اینو نفرستادید، وقتی گفته که من احساس خطر میکنم اگه برگردم به خونه، جانم در خطر است، به کانون اصلاح و تربیت کودکان نفرستادید، یا مثلا صحبت از ضرورت گسترش پناهگاه های زنان میکنن برای زنانی که تحت سرکوب و به ویژه تنبیه های فیزیکی همسرشون قرار میگیرن، چون در ظاهرن در کل ایران این تعداد این کانونا و پناهگاه 300 عدد در این کشور 85 میلیونی تجاوز نمیکنه. گفت که شما تصور کن ما این تعداد اگه زیاد کنیم، اون وقت هر زنی یه سیلی از شوهرش میخوره فرار میکنه میاد تو این پناهگاه، ببین چی میشه و اینا. یعنی اینا خودشون این سیستم حاکم، ایدولوژی حاکم، خودش پاسدار این سنت چندین هزار ساله مرسالاری و پدرسالاری هست. اگر نکته پایانی دارید به عنوان جنبندی میخواهید ارائه بکنید میشنویم، وگرنه گفتگومونو در رابطه با این تراژدی هولناک رخ داده و به پایان میبریم. من میخواستم در شما آمارها رو گفتین، هم درست فرمودین، در کل در سال 96، یعنی یکی دو سال قبل، در مدیر کل بهزیستی در ایران در اعلام میکنه که در استان تهران
در واقع در یک سال 164 دختر بین 11 تا 16 سال. یعنی توجه کنید که این گروه سنی هنوز کودک محسوب میشن، اینها فرار کردن. حالا اینها دخترانی هستند که فرار کردن، کودکانی هستند که فرار کردن و در واقع بهزیستی اونها رو تحت پوشش خودش قرار داده. چه بسا بیشتر از نیمی از این کودکان فراری به خانه ها فرستاده میشن که باز ممکنه مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. من میخواستم یه نکته دیگه ای رو هم اشاره کنم که باید قبلا اشاره میکردم، که این فاجعه قتل رومینا در زمانی صورت میگیره که ما در واقع در بحران کرونا هم هستیم و افراد باید در خانه باشن، زنان و کودکان در خانه باشن در تمام دنیا، و حالا نمونه هاشو در ایران هم ما شاهد هستیم. در تمام دنیا، حتی در آمریکا، مسئله کرونا و فضای بسته خونه برای بسیاری از کودکان و زنان امن نیست، به خاطر اینکه با فردی که خشونت و کنترل رو به اونها اعمال میکنه قرار دارن. و در مورد کودکان به ویژه وقتی که کودکان میرن بیرون و مدرسه میرن و از طریق کامپیوتر و غیره در واقع آموزش نمیبینن، کادر آموزشی و کادر پزشکی موظف هست موارد اذیت و آزار کودکان رو گزارش بده. حالا ما در ایران که اساساً اذیت و آزار کودکان، مگه اینکه به فرم شکنجه و یا قتل و فرم‌های شدید باشه، اصلا نمونه‌های دیگه مطرح نیست، یعنی اصلا هیچ حمایت قانونی نداره. ولی خواستم اینو بگم که این به هر حال تأثیر این مسئله در اون هستش که نه تنها رومینا بلکه رومیناهای دیگری هم در این بحران کرونا در ایران و در بسیاری از کشورها مورد اذیت و آزار کسانی که باید از سلامت و حقوق اونها پشتیبانی کنه، یعنی پدر خانواده، مادر خانواده، تحت فشار و اذیت و آزار اونها قرار دارن. یه نکته هم شما کرونا رو گفتی، یه نکته هم میشه اینم اشاره کرد که این مسئله استقلال اقتصادی زنان که بویژه در کشورهای مثل ایران و سایر کشورهای اسلام زده که فرصت‌های شغلی برای زنان بسیار ناچیزه، عملاً یعنی هیچ نوجوانی این امکان رو نداره اگر مثلا از یک فضای خشونت‌آمیز فرار بکنه یا جامعه و دولت ازش حمایت بکنه یا خودش بتونه از طریق کار مثلا روی پای خودش وایسه، یا زنانی که تحت خشونت بودن بتونن مثلا از اون رابطه خشونت‌آمیز خارج بشن و استقلال اقتصادی داشته باشن. و خیلی ها به خاطر همین فقر و فاقه و عدم امکان به اصطلاح استقلال اقتصادی مجبورن به این مناسبات و قدرت مبتنی بر مردسالاری و پدرسالاری ادامه بدن. اینا میشه اضافه کرد. بله. بله. خیلی ممنون خانم الهه امانی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. امیدواریم که فجایعی از این دست همچون قتل فجیع رومینا اشرفی در ایران و در سایر نقاط جهان کمتر بشه، که البته همونطور که خودتون هم گفتید بدون مبارزه امکان پذیر نیست. مرسی. متشکرم.